خب به نام خدا. جلسه هشتم رو در خدمت دوستان هستیم با بحث طراحی اجزاء ماشین. موضوع بحثمون این جلسه طراحی اتصالات هست که به عنوان شروع با اتصالات پیچ و مهره‌ای شروع میکنیم. همونجوری که احتمالا دوستان اطلاع دارند، اتصالات به دو گروه عمده تقسیم میشن. یکی اتصالات دائمی هستن و یکی اتصالات غیر دائمی. اتصالات دائمی مثل جوش یا حالا مثلا لحیم‌کاری و غیر دائمی، یکی از بارزترین مثالاش اتصالات پیچ و مهره‌ای هست. اتصالات غیر دائمی همونجوری که از اسمشون برمیاد اتصالاتی هستند که ما نیاز داریم امکان باز کردنشون باشه. نمیخوام که یه اتصال دائمی رو به وجود بیارن. و همونجوری که واضح هست یکی از متداول‌ترین روش‌هاش استفاده از پیچ و مهره هست. اون چیزی که ما در این جلسه میخوام شروع کنیم بحث طراحی اتصالات پیچ و مهره‌ای هست در حالت کشش. خب قبل از اون که حالا ما به حساب وارد یه مقداری تحلیل این موضوع بشم، بهتر هست که یه سری اصطلاحات رو در مورد پیچ‌ها بدونیم که من اینجا سعی کردم با کشیدن یه شکل اینا رو نشون بدم. این چیزی که اینجا مشکی رنگ هست رزوه، بخشی از رزوه یک پیچ متریک هست. پیچ‌ها در حالت کلی به دو دسته متریک و پیچ‌های غیر متریک، حالا پیچ‌های انگلیسی یا پیچ‌های آمریکایی تو بازار بهشون میگن، تبدیل میشن، یعنی قابل تقسیم هستن. ما اینجا با پیچ‌های در مورد پیچ‌های متریک میخوام صحبت کنیم. پیچ‌های متریک البته قوانین طراحی برای جفتشون یکیه، خب فرقی نمی‌کنه، اما اتصالات، اما اصطلاحات نامگذاریشون ممکنه یه تفاوت‌هایی با هم داشته باشه از حیث مشخصات ابعادی. اگر حالا مشخص باشه توی شکل، این مشکی رنگی یه بخشی از گام یک پیچ متریک هست. مشخصترین و مهمترین خصوصیات در شناخت یک رزبه متریک یکی دونستن گامشه، که گام عبارت است از فاصله بین دو نقطه همفاز روی رزبه پیچ. دو نقطه همفاز یعنی دو نقطه‌ای که در یک موقعیت هندسی قرار دارن. الان اگر دقت بفرمایید، این الان به صورت کامل دو تا رزوه رو نشون داده، یکی و نصفی رزوه رو. از این نقطه دقت بفرمایید تا این نقطه، همونجوری که می‌بینید این رزوه هم این بالا بوده، آمده اینجا و ادامه پیدا کرد. این رزوه که داشته میامده از اینجا ما برش دادیم، از این نقطه تا نقطه مشابهش روی رزوه بعدی کلا میشه یک گام یا پی بزرگ نشونش میدن، که اینجا من به طور تفکیکی به وسیله دو تا پی دوم نشون دادم، یعنی از اینجا تا اینجا نیم گام و از اینجا تا اینجا نیم گام. زاویه شیب در پیچ‌های متریک 30 درجه هست، همونجوری که میبینید. ارتفاع کلی رزوه، منظور ارتفاع از این قله هست تا این دره که بهش ریشه هم میگن، اگر h باشه، h برابر است با نیم ضرب در 3 به قوه 1/2، یعنی رادیکال 3 در پی. پی هم گامه. این برای پیچ‌های متریک صادق هست. و اینجا سه تا قطر اصلی به حساب پیچ‌ها رو معرفی کردیم، که اولیش که زیر ریشه باشه بهش میگن قطر داخلی، بیرونیش که بالای ارزم حضور شما که
رزوه پیچ هست بهش میگن قطر بزرگ و دیدو هم قطر گام هست. این یک شماتیکی هست از نمایش اصطلاحات و مشخصات پیچ های متریک. پیچ های متریک منظورمون پیچ های انتقال قدرت نیست. ببین ما در حالت کلی باز دو جور پیچ داریم. یکی پیچی که مربوط به اتصال دادن هست، یعنی دو تا قطعه رو به همدیگه اتصال میده. حالا عمدتاً توی اتصالات درست با روش مهره انجام میشه، یعنی پیچ و مهره هست. هم گاهی اوقات هم البته ممکنه که مثلا اون سوراخی رو که پیچ میخواد درش بسته بشه قلاویز کنن، چون مثلا اون طرف امکان مهره زدن وجود نداره و پیچ داخل خود جسم بسته بشه. اما ما کلن غیر از پیچ‌های اتصالی پیچ‌های دیگه هم داریم که برای انتقال قدرت به کار میرن. اصطلاحا بهشون میگن پیچ‌های انتقال قدرت یا رزوه‌های ACME یا رزوه‌های آکمه. ACME این اگه جایی دیده منظور پیچ انتقال قدرت هست. پیچ‌های انتقال قدرت هم باز حالا به دنده زوزنقه، دنده مربع به حساب طیف متنوعی دارن که حالا اصلا فعلا موضوع بحث ما نیست، اما به عنوان مثال که به وارد کاربردشون در خیلی از ماشین آلات صنعتی فعل مثال مثلا در ماشین تراش یا مثلا دستگاه فرز اگر در صنعت دیده باشه یا دستگاه مشابه، حرکت خیلی از اجزا و مکانیزم های دستگاه به وسیله پیچ‌های انتقال قدرت انجام میشه. پیچ‌های انتقال قدرت به دلیل شکل رزوه‌شون توانایی انتقال بارها رو و نیروها رو به دفعات دارن، مثل پیچ‌های اتصال نیستن که اصلا برای همچین موضوعی طراحی نمیشن. پیچ‌های اتصال برای متصل کردن و تحت فشار قرار دادن اجزای متصله طراحی میشن. موضوع بحث ما الان اینجا پیچ‌های اتصال هست، اون پیچ‌های اتصال متریک. خب ما اتصال جوش که اتصال دائمی هم هست داریم که حالا انشاءالله در جلسات بعد در مورد صحبت میکنیم، فعلا موضوع بحث ما نیست. برای شروع موضوع پیچ‌های اتصال یا پیچ‌های متصل کننده اعضا، من یه شکلی رو اینجا کشیدم خدمت شما که واضح هست. یه پیچی رو اینجا نشون دادیم که آمده و دو تا عضو رو به همدیگه متصل کرده، اعضا رو آبی رنگ نشون دادم و پیچ رو مشکی. واضح هست که شما وقتی که پیچی رو، یعنی یه دو تا فرض میگه قطعه فلزی، دو تا ورق فلزی دارید، اینا رو سوراخ کردید، یه پیچ مهره ازش عبور دادید، این مهره رو از زیر سفت میکنید. اولا اینو بگم که موضوع بحث ما موضوع طراحی پیچ ها در حالت کشش هست. فعلا ما طراحی پیچ در حالت برش هم داریم. اصولا وقتی که موضوع تحمل برش مطرح باشه، شاید یکی از گزینه‌های بهتر استفاده از پرچه، نه پیچ. البته خب پرچه یه سری محدودیت‌ها داره، چون یه جوری اتصال دائم محسوب میشه، یعنی برای باز کردنش باید پرچه‌ها تخریب بشن، ولی خب پیچ مهره همچه حالتی نداره، یعنی اتصال غیر دائم است. اما جایی که خیلی اتصال از جهت برش مهم هست وضعیتش، معمولاً استفاده از پرچ هم یکی از گزینه‌های اصلی است. علتش این که پرچ برخلاف پیچ و مهره، شما اگر رو این شکلی که من دادم اینجا کشیدم دقت بفهمان، این اعضای آبی رنگ سوراخی که درشون زده شده، از لحاظ تئوریک این سوراخه از قطر نامی یا قطر خارجی پیچ کمتره، یعنی پیچ یه لقی داره نسبت به سوراخ، به خاطر اینکه راحت جا بره و بشه به حساب از لحاظ عملیاتی پیچ رو بست. اما در اتصالات پرچی اینجوری نیست. اتصال پرچی به این صورت هست که سوراخ با قطر خارجی پرچ دقیقا مساوی، حتی یه جزئی قطر پرچ بزرگتر هم میتونه باشه که با فشار جا بره داخل سوراخ. این باعث میشه که کل دیوارهای سوراخ رو پرچ احاطه کرده باشه، بنابراین وقتی شما توی
اتصالی که قرار هست برش تحمل کنه از پرچ استفاده میکنید، با دقت خیلی بالاتری میتونید بگید که همه پرچ ها الان اون نیروهای محاسبه شده رو تحمل میکنن، به دلیل اینکه بدنه خارجی پرچ با سطح داخلی سوراخ در تماس هست. ولی در پیچ و مهره هم چه حالتی نیست، همونجوری که می‌دونیم بدنه خارجی پیچ و مهره با سطح داخلی سوراخ یه جزئی اختلاف اندازه‌ای داره که این بسته بشه. عمل بسته شدن رو در پیچ و مهره این مهره انجام میده، این مهره هست که با صفر شدنش باعث میشه که اعضای اتصال تحت فشار قرار بگیرن. تقریبا در همه به صورت کلی در تمام اتصالاتی که قرار است تحت فشار طراحی بشن که خیلی خیلی متداول هست در صنعت، حتی در سازه ها، ما الان غیر از قطعات ماشین آلات الان سازه ها این اسکلت های فلزی ساختمون ها هم داریم که پیچ و مهره ای هست. شاید مثلا سابق برای مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش استفاده از اسکلت پیچ مهره ای چیز به اندازه که الان متداول هست نبود، اما خب الان یه جوریه که اتصال پیچ مهره ای در ساختمون ها هم خیلی متداول شده. خب فرض بفرمایید مثلا یه اتصال پیچ مهره ای هست، مثلا در یه ساختمونی مثلا دو تا فلنج رو به هم دیگه اتصال داده، فلنج ها اینجا یا اعضای اتصال آبی رنگ کشیده شدن، پیچ مشکیه و اینجا دو تا اصطلاح خاص رو باید دقت بفرمایید. یکی اف آی هست، اف آی رو اصطلاحا بهش میگن پیش بار، اف آی بهش گفته میشه پیش بار یا به حساب نیرویی که از سفت کردن پیچ در آن به وجود می آید. در کنار این ما یه نیروی دیگه هم داریم که بهش میگن نیروی خارجی وارد به اتصال، نیروی خارجی وارد به اتصال که اینجا با پی نشونش دادم. نیروی این پی البته با این پی گام قاطی نشه، این پی قرمز نوشته، منظور این رو شکل رو نشون دادیم، نیروی خارجی وارد شده به اتصال هست. این همون نیرویی هست که قرار است تحمل بشه به وسیله اتصال، یعنی به عبارت دیگه اتصال ما جوری طراحی میشه که این نیروی خارجی رو تحمل کنه. اما خب شما خودتون معمولا تعجبش رو داشتن وقتی یه پیچ مهره ای رو سفت میکنن، واضح از هر چی آچار رو روی مهره یا روی کله پیچ بیشتر میپیچونن، پیچ بیشتر در حال کشش میفته یا اعضا بیشتر تو فشار میرن، یعنی مهره داره پیچ رو میکشه و اعضا رو تحت فشار میذاره. این نیروی یکی هست البته، این نیروی فشاری به وجود آمده در اعضا با نیروی کششی وجود آمده در اثر سفت کردن مهره در پیچ یکی هست. این نیروی اصطلاحا بهش میگن پیش بار یا نیرویی که از سفت کردن مهره به وجود میاد. این نیرو خیلی خیلی اهمیت داره، حالا در ادامه خواهید دید به چه علت اهمیت داره. اما کلا اگر چیزی تحت عنوان پیش بار وجود نداشته باشد، نیروی خارجی وارد شده به اتصال یعنی همین پی قرمز زدن، خب اعضا رو از همدیگه جدا میکنه، یعنی اصلا ماهیت و اصلا اساس او طراحی ما زیر سوال میره. ما میخوام اتصال تحت کشش تحمل کنیم، طراحی کنیم، یعنی یه اتصالی طراحی کنیم که بتونه اعضا رو جوری به همدیگه متصل کنیم که اعضا بتونن کشش های خارجی رو تحمل کنن. اگر پیشباری وجود نداشته باشد، یعنی فشار اولیه‌ای وجود نداشته باشه در اثر سفت کردن مهره که اعضا رو به همدیگه فشار بده، خب هر نیروی خارجی میتونه اعضا رو از همدیگه جدا کنه و اصلا موضوعیت نداره صحبت کردن در مورد این که حالا پیچ چجوری طراحی بشه، اصلا پیچ اعضا رو به همدیگه متصل نکرده. خب پس مفهوم پیشبار اینه که ما با استفاده از فشار اولیه که ناشی از سفت کردن مهره به وجود آوردیم، اعضا رو در حال فشردگی قرار دادیم و پیچ رو در حال کشش. خب این رو میدونید که شما، ما معمولا وقتی در مورد یک میله در حال کشش یا یک قطعه فلزی در حال کشش صحبت میکنیم، برای توضیح جابجایی هایی به وجود آمده از همون قانون کلی و معروف هوک استفاده میکنیم. قانون هوک برای یک میله در حال کشش میگفت که نیروی خارجی وارد به اون میله
نیروی خارجی وارد به اون میله برابر بود با F مساوی با K دلتا. دلتا اینجا میشه جابجایی و K میشه ضریب فنریت. اینو من همینجا گفتم یه بار میگم، این همون قانون F مساوی با KX برای فنرها هست. حالا اینجا ما داریم در مورد یه میله در حال کشش صحبت میکنیم، پیچ رو با یک میله در حال کشش تقریب میزنیم. خب ما از مقاومت مصالح میدونیم که اگر یک میله در حال کشش باشه، اضافه تغییر طول او یا این دلتای طولش، دلتا برابر است با F ضرب در L تقسیم بر A E، که به ترتیب این F میشه نیروی خارجی، این L میشه طول درگیر، این E مدول الاستیسیته و A سطح مقطع میله هست. خب همینجا واضح هست که تغییر طول به وجود آمدن یک میله در حال کشش وابسته به اولا نیروی خارجی وارد بهشه که خب منطقیه، بستگی به طولش داره باز منطقیه و اینا رابطه مستقیم دارن، یعنی هرچی نیروی خارجی وارد شده بیشتر باشه کشش بیشتره، تغییر طول بیشتره، خب واضحه. هرچقدر قد اون میله بیشتر باشه تغییر طولش بیشتره، خب واضحه. هر چقدر سطح مقطعش بیشتر باشه تغییر طولش کمتره، واضحه. یعنی میله نازک بیشتر میله کلفت به حساب تغییر طول پیدا میکنه. و این هم که مدول الاستیسیته از، یعنی هر چه اون مقاومت اون فلز پایه ضریب الاستیسیتش نسبت تنش به کرنشش بیشتر باشه باز تغییر طول کمتره. خب با یک به حساب جابجایی کوچیکی تر این دو تا معادله خیلی راحت میتونیم ببینیم که کی یا ضریب فنریت برای یک میله در حال کشش یا مثلا یک پیچ برابر است با آی الوم. یعنی شما کافی تو این معادله به جای اف کی دلتا رو بذاره و از این رابطه کی رو حساب کنید. خب پس کی شد ضریب فنریت یک پیچ یا یک میله در حال کشش. همونجوری که میدونیم هرچی این ضریب فنریت بیشتر باشه پیچ به ازای سفت کردن مهرش کمتر تغییر طول پیدا میکنه. خب حالا این طول درگیرم برای یک همچین اتصالی دقیقا میشه طول این اعضای در حال فشردگی، یعنی ال ما برای یک همچین اتصالی اینه که خب واضحه از طول پیچ کمتره این ال. خب همینجا من چند اصطلاح دیگه رو بنویسم، چند اصطلاح دیگه رو ببینید. ما اینجا منظورمون از طراحی یک پیچ در حالت کشش اینه که ببینیم که نیروی خارجی وارد شده به این پیچ چه سهمیش به اعضای اتصال وارد میشه، چه سهمیش به خود پیچ وارد میشه. این سهمیش که به پیچ وارد میشه با اون کشش اولیه‌ای که در پیچ وجود داشته آیا باعث میشه پیچ از اون حد الاستیکش خارج بشود یا نشود، یعنی آیا پیچ دوام میاره در اثر فشارهای خارجی وارد شده بهش. همونجوری که میدونیم اگر پیچ تحت نیروهای خارجی وارد شده به اتصال از حد الاستیکش خارج بشه، یعنی نیروهای وجود آمده در پیچ اینقدر باشه که اون ماده پیچ رو، اون فولاد پیچ رو از اون ناحیه الاستیکش خارج کنه، خب پیچ تغییر شکل دائمی میده و اصلا ماهیت اون اتصال کلا زیر سوال میره دیگه، اون اتصال نمیتونه
یعنی عملا چون پیچش طولش بلند شده تحت اثر نیروهایی که بهش وارد شده، عملا دیگه اعضا رو تحت فشار نمیذاره و او اتصال کار نمیکنه، کاری که باید انجام میداده. برای اینکه من مثلا بحث این مقدار جدیدتر پیگیری کنیم، من میام یه سری اصطلاحات رو برای این پیچ و مهره ها معرفی میکنم، اینجا مینویسمشون. ببینید، ما میخوام در مورد از اینا از این بعد استفاده کنیم. ما اینجا یک پی داریم که بهش میگم بار خارجی وارد شده به اتصال، که روی شکلم نشون دادم، بار خارجی وارد شده به اتصال. یک اف آی داریم که بهش میگن پیش بار، یا نیروی به وجود آمده در پیش در اثر سفت کردن مهره ها. خب از این بار خارجی که به وسیله که به اتصال وارد میشه، یه سهمیش به وسیله پیچ گرفته میشه، بهش میگن پی بی. این میشه سهمی از بار خارجی که پیچ و مهره جذب میکند. باز یه سهمی از بار خارجی توسط این اعضا جذب میشه، اصطلاحا بهش میگن سهمی از بار خارجی که اعضا، یعنی همین آبی رنگا، جذب میکنن. خب یک اف ام داریم، اف بی داریم در نهایت. این میشه برایند بار خارجی و پیش بار وارده به پیچ. و یک اف امی داریم که بهش میگن برایند بار خارجی و پیش بار وارد به اعضا. برایند یعنی مثلا کل بار نیروی وارد شده به اینها. خب ببینن، از لحاظ تئوریک آقا، وقتی که ما این اتصال وجود داره، یعنی یه همچین پیچی رو داخل سوراخ مهره رو صفر کردیم، پیچ در حال کشش قرار گرفته، اعضا در حال فشار. وقتی که این بار خارجیه، این بار خارجی به این اتصال به وجود اعمال می شود. ببینید، اگه بار خارجی وجود نداشته باشه، سفت کردن این باعث میشه این پیچ یه جزئی قدش بلند بشه و این اعضا یه جزئی فشرده بشن. حالا بار خارجی که اعمال میشه، این کشیدگی پیچ یه مقداری بیشتر میشه، یعنی یه تغییری در تغییر طول اولیه پیچ داریم ناشی از نیروی خارجی. این مهره رو ما صفر کرده بودیم، پیچ در حالت کشش قرار گرفته بود. حالا که نیروی خارجی به وجود میاد، به این اتصال اعمال میشه، این تغییر طولی کم بیشتر میشه، یعنی یه تغییری در این تغییر طول داریم. از اون طرف این اعضا که فشرده شده بودن ناشی از این بار کششی وارد شده بهشون، یه بخشی از فشردگیشون کم میشه، یعنی یه بخشی از فشار روشون آزاد میشه. اصطلاحا میگن که دلتای، یا اینجوری صحیح تر بنویسم که دلتای بی برابر است با دلتای ام. این دلتای بی میشه تغییر طول اولیه پیچ ناشی از پیش بار. اینم که میشه تغییر طول اولیه اعضا ناشی از پیش بار. دلتای بی یعنی اون تغییر طولی که حالا در اثر نیروی خارجی به وجود میاد، یعنی تغییر در تغییر طول پیچ. و اینم میگن تغییر در تغییر طول اعضا. در اثر اعمال نیروی خارجی، تغییر در تغییر طول پیچ ناشی از اف آی با تغییر در تغییر طول اعضا ناشی از فشردگی اولیه برابر. واضحه، یعنی هر چقدر که این پیچه خودشو بازتر میکنه، این اعضا هم بازتر میشن، فشار روشون کمتر میشه.
ما از همین خصوصیت، از همین منطق اگر استفاده بکنیم، خواهیم داشت. این منطق به ما میگه پی بی، یعنی سهمی از بار خارجی که پیچ جذب میکند، چون دلتا از قانون هوک از این رابطه به دست میامد دیگه، تقسیم بر کی، کی بی مساوی است با پی ام تقسیم بر کی ام. یعنی از این منطق استفاده کردیم، بر اساس قانون هوکی رابطه به دست بردیم. حالا من با داشتن این رابطه و با درک این موضوع که در حالت کلی کل بار خارجی یعنی پی مساوی است با پی بی به علاوه پی ام، یعنی کل بار خارجی وارد به اتصال، این کل بار خارجی وارد به اتصال بالاخره یه بخشش به وسیله پیچ جذب میشه، بخشش به وسیله اعضا، این یه رابطه. از این منطق تغییر در تغییر طولها که در رابطه هوی گذاشتیم و این رابطه من به دست آوردیم، الان دو تا رابطه داریم که با استفاده از این دو تا رابطه خیلی راحت میتونیم مشخص کنیم که در اثر اعمال بار خارجی چه سهمی از نیروی خارجی توسط پیچ گرفته میشه، چه سهمیش توسط اعضا جذب میشه. من چون این زیر جانیز میبرم بالا مینویسم. ببینن اگر این رابطه رو یک بازی ریاضی باش بکنیم، اینجوری خواهیم داشت که پی بی یعنی سهمی از نیروی خارجی که پیچ تحمل میکند، اینجا نوشتم، برابر است با کی بی پی، این یعنی کل بار خارجی، تقسیم بر کی بی به علاوه کی ام. و به همین ترتیب پی ام یعنی سهمی از بار خارجی که اعضا جذب میکنن، میشه کی ام به پی. من بذارم این رابطه ها رو یه جوری منظمتر بنویسم که درکشون بهتر باشه. ببینید پی بی یعنی سهمی از بار خارجی که وسیله پیچ جذب می شود، برابر است با یک کسری ضرب در پی یعنی بار خارجی. پی ام یعنی سهمی از بار خارجی که توسط اعضا جذب میشه، برابر است یک کسری ضرب در بار خارجی. حالا این کسر چیه؟ این کسر برای پیچ برابر است با نسبت سفتی پیچ یعنی ظریف فنریت پیچ به ظریف فنریت پیچ به علاوه اعضا، و برای اعضا برابر است با نسبت ظریف فنریت اعضا به نسبت فنریت پیچ به علاوه اعضا. خب یعنی سهمی از بار خارجی که پیچ جذب میکنه مستقیما ارتباط داره با ظریف فنریت پیچ به ظریف فنریت پیچ به علاوه اعضا، و سهمی از بار خارجی که اعضا جذب میکنن مستقیما ارتباط داره به ظریف فنریت اعضا به نسبت ظریف فنریت کل. خب ببینید این مقدار یعنی سهمی از بار خارجی که پیچ جذب میکند باعث کشش بیشتر پیچ میشه، و سهمی از بار خارجی که اعضا جذب میکنن باعث کاهش فشردگیشون میشه، چون داره پیچ رو باز میکنه فشار رو اعضا رو کم میکنه. به همین ترتیب من چنانچه بخوام در نهایت برایند بارهای وارد به پیچ و اعضا رو بنویسم، اینجوری خواهد بود اف بی که اینجا توضیح دادی ببینید چی، یعنی برایند یا کل نیروی وارد شده به پیچ، برابر است با اف آی یعنی پیش بار اولیه ناشی از صفر کردن به علاوه پی بی، یعنی همین پی بی که اینجا حساب کردم،
یا به عبارت دیگه میشه fi به علاوه k b در k b به علاوه k m در p. به همین ترتیب برایند نیروی وارد به اعضا میشود k میشه p m منهای fi. چرا اینو اینجوری نوشتن؟ نوشتن p m منهای fi. علتش این هست که Fi در اعضا نیروی فشاری هست برخلاف پیچ. وقتی شما مهره رو صفر میکنه پیچ تحت کشش قرار میگیره، اعضا تحت فشار. ما به صورت قراردادی نیروی فشاری رو با علامت منفی نشون میدیم. پس پیچ بار در اعضا نیروی منفی هست. پس کل بار اعمال شده، برایند بار اعمال شده به اعضا برابر است با سهمی از بار خارجی که اعضا جذب می کنند منهای پیش بار، که برابر است با کیه. بذاره اینه با همون رنگ آبی بنویسیم. برابر است با کیه ام تقسیم بر کیه بی به علاوه کیه ام در پی منهای اف آی. اون چیزی که ما کل صحبتی که میخواستیم بکنیم همین بود که چیکار کنیم که بتونیم حساب کنیم که اگر یک اتصال پیچ مهره‌ای داشته باشیم که پیشباری درش به وجود آمده باشه، حالا با این اتصال یک بار خارجی به اسم پی وارد بشود، چه سهمی از اون بار خارجی رو پیچ میگیره، چه سهمیش رو اعضا میگیرن، که بتونیم قضاوت کنیم آیا پیچ دوام میاره یا نه. ببینیم پیچ ها معمولا از فولادهای قوی ساخته میشن، یعنی فولادی که ماده اولیه پیچ هست از فولادهای ساختمانی، مثلا به عنوان مثال ورقی که برای ساخت ساختمونا و تیراهن و مثلا تیراهنی برای ساخت ساختمون استفاده میشه خیلی قوی تره. معمولا در کشور ما ورقی که برای ساخت اتصال ساختمونا و اینا استفاده میشه ورق ST37، یعنی یک فولادی است که یک سیمی به مقطع 1 میلیمتر مربعش میتونه 370 نیوتن یا 37 کیلوگرم نیرو رو تحمل کنه قبل از اینکه پاره بشه. اما پیچ مهره خیلی قوی ترن. ما معمولا پیچ های معمولیمون برای اتصال اجزا، پیچ های معمولی که یعنی پیچ های پرمقاومتی که خیلی در دسترس است و استفاده ازشون عمومیت داره، یا پیچ اصطلاحاً گرید 8-8 هستن. پیچ گرید 8-8 پیچی هست که مقاومت تسلیمش حدود 630 مگاپاسکاله، در صورتی که مقاومت تسلیم ورق ساختمانی یا مثال ساختمانی مثل تیراهن اگر از فولاد ST37 ساخته شده باشن حدود 240 مگاپاسکاله. یعنی مقاومت تسلیم پیچ و مهره تقریباً 2.7 برابر مقاومت تسلیم اعضای اتصال هست. این از یه جهت گفتم که ماهیت پیچ ها جوری هست که خب در اثر اعمال فشارهایی وارد شده و اتصال و اون پیشوار اولیهشون طبق این فرمولی که اینجا نوشتم یه چیزی اضافه میشه. اگر پیچ از ماده یا متریال قوی از فولاد قوی ساخته نشده باشه ممکنه به سرعت وارد ناحیه پلاستیک بشه و تغییر شکل دائمی بده و دیگه اون ماهیت و کار کرده خودش رو در اتصال از دست بده. خب حالا ما برای اینکه یه مقداری از این محاسبات از این فرمول ها و اینها صرفا بیرون بیام، من یه محاسبه ساده ای رو در پایان این جلسه انجام میدم که یه دیدی رو به شما بده که چجوری میشه که حالا از این روابطی که نوشتیم استفاده کنیم و اصلا چه معنی میدن اینا، یعنی حالا این روابطی که نوشتیم چجوری برای ما مشخص میکنن که چه سهمی از نیرو به وسیله پیچ گرفته میشه، چه سهمی به وسیله مهره، به وسیله اعضا. من این شکل که کشیدیم در مورد ازوهای متریک اینو پاکش میکنم، یه مثال ساده میزنم، خیلی ساده. فرض کنید که یک پیچی داریم، یه اتصالی داریم که در این اتصال پیچ و مهره‌ای، حالا این صورت سوالی مینویسم، اگر در یک اتصال پیچ
و مهره ای کی ام برابر باشه با 8 کی بی، یعنی ضریب فنریت یا ضریب سختی اعضا 8 برابر ضریب سختی یا فنریت پیچ باشه و نیروی خارجی وارد به اتصال 1680 نیوتن که این میشه همون پی باشد، چنانچه نیروی اولیه حاصل از سفت کردن مهره در پیچ برابر با 1470 نیوتن که این همون اف آی یا پیشبار هست باشد، تعیین کنید مقادیر اف بی و اف ام را. اف بی و اف ام یعنی چی؟ بالا نوشتیمشون. اف بی اونجا هم توضیح دادیم، یعنی برایند نیروی وارد شده به پیچ. اف ام یعنی برایند نیروی وارد شده به اعضا. خب من برای اینکه این مسئله خیلی ساده رو حلش کنم که یه دیدی فقط به ما بده چی گفتیم، استفاده میکنم از این چیزی که اینجا خودش گفته. این اینجا گفته که KM برابر است با 8 KB. خب من این کسره رو اگر اینجا بنویسم، این کسر، پس اگر اینجوری باشد ما داریم KB نسبت به، بذارین یه مرتبه دیگه فرمولش رو بنویسم. خب ببینن اونجا نوشتیم اف آی، بذارین همون جلو خودش بنویسم که دیگه اضافه کاری نکرده باشیم. من این مسئله رو برای این فرمول حل میکنم خیلی راحت. خب اف آی یا پیشبار ما رو مسئله گفته 1470 نیوتن. خب به علاوه پی بی، پی بی چیه؟ کی بی تقسیم بر کی بی به علاوه کی ام. خب این کی بی که خب کی بی، اینم که کی بی، به جای کی ام میذارم 8 تا کی بی، درست خودش گفت. ضرب پی، پی چنده؟ 1670 1680. خب خیلی راحت میبینید که این کسره میشه 1/9. پس به این ترتیب مقدار اف بی یعنی برایند نیروی وارد شده به پیچ در این حالت میشه 1470 به علاوه 1/9 1680 که جمعشون بکنیم 1642 نیوتن. از اون طرف برایند نیروی وارد شده به اعضا میشه کی ام تقسیم بر کی بی به علاوه کی ام، اینجا می نویسم میشه 8 کی بی، کی بی به علاوه 8 کی بی در پی، پی چیه؟ 1680 منهای اف آی، اف آی چنده؟ 1470 مساوی با. خب این که همجور که می بینه میشه 8/9، یعنی این میشه 8/9،
یعنی 8 مهم 1680 منهای 1470. اگر حسابش کنید از لحاظ ریاضی، اینجا حسابش کردم، میشه 1422 منهای 1470 میشه منهای 48 نیوتن. خب اولا منفی شدن این مقدار نشون میده که اعضا همچنان تحت فشارند، یعنی اعمال نیروی خارجی 1680 نیوتنی نتونسته اعضا را از هم جدا بکنه، بکنه. خب اینم منظور ما هست، یعنی ما منظورمون از طراحی یک اتصال در حال کششی همینه که بتونه نیروی خارجی رو تحمل کنه، کشش پیچش از بین نره، اعضا از هم باز نشن. منفی شدن این مقدار نشون میده که با اینکه ما یه نیروی خارجی قوی 1680 نیوتنی اعمال کردیم به یه اتصال، همچنان اعضا تحت فشارن، ناشی از همون پیشبار اعمال شده. اما از اون طرف مقدار FB یعنی منتجه یا برایند به وجود آمده در پیچ شده 1642 نیوتن. پیشبار اولیش چقدر بوده؟ یعنی وقتی که مهرش تف کرده بودیم هنوز نیروی خارجی به اتصال وارد نشده بود، 1470 نیوتن. یعنی صرفا به اندازه یه عددی حدود کمتر از 200 نیوتن، مثلا حدود 162 نیوتن اعمال این نیروی خارجی تونسته به کشش پیچ اضافه کنه. به چه دلیل اینجوری شده؟ به چه دلیل بخش عمده‌ای، چون همونجوری که می‌بینی الان اعمال نیروی خارجی از پیشبار اعضا یه مقدار خیلی عمده‌ای کم کرده، چون پیشبار بوده منهای 1470 فقط این قدرش مونده، اما به پیشبار موجود در پیچ چیز زیادی اضافه نکرده، یعنی 1470 موجود در پیچ رو رسونده به 1642، یعنی به اندازه 130 و مثلا خورده نیوتن اضافش کرده، 150 و خورده نیوتن. این علت چیه؟ علت همین نسبت زیاد ضریب فنریت اعضا به ضریب فنریت پیچ هست. یعنی همونجوری که میبینید تو مسئله گفته KM 8 برابر KB هست، این عددی که گفته باعث شده این کسره مقداری نسبت KM به KB ها مقدارش جوری در بیاد که این حالت رو به وجود بیاره. همینجا ما متوجه میشیم که به چه دلیل لازم هست که سفتی اعضا در قیاس با سفتی پیچ عدد قابل ملاحظه ای باشه. اگر اینجوری باشد باعث میشه که طبق همین مسئله که اینجا حل کردیم در اثر اعمال نیروی خارجی سهم خیلی کمتری از نیروی خارجی رو پیچ بگیره و سهم زیادتریش رو اعضا بگیرن و این باعث میشه که پیچ بتونه تحمل کنه و از حالت الاستیکش خارج نشه. البته یه مثال با اغراقه، ما در عمل معمولا خیلی کم پیش میاد که یه همچین اختلافی بین نسبت سفتی اعضا به نسبت سفتی پیچ داشته باشیم، اما این مثال با اغراق به این دلیل حل شد که نشون بده چنانچه سفتی اعضا از سفتی پیچ بیشتر باشه، سهم بیشتری از نیروی، سهم خیلی قابل ملاحظه‌ای از نیروی خارجی رو اعضا میگیرن و سهم کمتریش رو پیچ میگیره. این نشون میده که ما باید طراحیمون طراحی حواس جمعی باشه، با دقتی باشه که اگر خیلی هم این زیاد باشه اون وقت دیگه چطور میشه؟ نیروی خارجی بر پیشبار بین اعضا غلبه میکنه، کلا اعضا از هم باز میشه، یعنی ماهیت و اتصال از دست میره. و همین موضوع نشون میده ما چرا از واشر استفاده میکنیم برای اتصالات. ببین وقتی از واشر استفاده میشه، همون جوری که من گفتم سفتی با استفاده از این رابطه AELOM نشون داده میشه. معمولا واشرها سطحشون از سطح پیچ بزرگتره، معمولا اینجوریست، یعنی ایش از سطح مقطع پیچ بیشتره، خب پس کیش تا اینجا بیشتر میشه. ای چون معمولا واشر از همون فولاد ساخته میشه خیلی فرقی نداره با ای پیچ مهره. و ال یعنی طول واشر، معمولا واشر خیلی نازکتر از پیچه، در نتیجه این کسر یعنی کی واشر که یکی از اعضای اتصالی هست
خیلی خیلی بیشتر است از کی پیچ اتصال دهنده هست. همین موضوع باعث میشه که، یعنی استفاده از واشر باعث میشه که نسبت KM یعنی ظریف فنریت اعضا به KB یعنی ظریف فنریت پیچ افزایش پیدا کنه و این موضوع سبب میشه که طبق همین مثالی که حل کردیم سهم بیشتری از بار خارجی رو پیچ بگیره تا اعضا بگیرن تا پیچ و این به ایمن بودن پیچ ما کمک میکنه. بسیار خوب، حالا موضوعاتی که امروز گفتیم برای این جلسه کفایت میکنه. انشاءالله که موفق باشید. خدا نگهدار شما.